امروز درس 11 و 12 رو می‌خوایم کار کنیم، مخصوص دست راست. دست چپمون رو تقریبا یاد گرفتیم، آکوردا رو یاد گرفتیم، نوتا رو یاد گرفتیم. خب حالا می‌خوایم تو این دو درس، درس 11 و 12، دست راستمون رو با انواع اقسام نوتا که چنگ چجوری می‌زنیم، دلشنگ چجوری می‌زنیم، سیاه، سفید، هر نوتی رو اول یاد بگیریم زدنش با دست راست چجوریه، بعد تو درس بعدی دست راست و چپ رو دیگه همزمان با هم ادامه میدیم. خب این یه کتاب تارپینیان، کتاب خوبی، آهنگای ایرانی کلاسیک داره، میتونی تهیه کنی بزنی. توش آهنگای متفاوت با میزان متفاوت، 3/4، 4/4، 6/8 مختلفه و دلچنگ، چنگ و نوتای مختلفی که میتونیم یاد بگیریم رو دست راستمون چقدر تمرکز داشته باشیم. خب حالا ببین رو دست راست ما تقریبا وسط پیانو، اونجایی که دیگه مارک پیانو میشه وسط پیانو، از اونجا دیگه تقریبا دست راست ما شروع میشه. دست چپ دیگه از اینجا به بعد، پس دست چپ نمیاد توی این قسمت. پس دست راست که بخوایم پیانو بزنیم، پس میتونیم مارک وسط پیانو رو بگیریم، دقیقا از این دو شروع کنیم به اینجا زدن، تا اینجا، تا اینجا میتونیم بزنیم، فرقی نداره چه اینجوری کنیم، تا اینجا میتونیم با دست راست بازی کنیم. خب اما میخوام الان تیکه تیکه بریم جلو. ببین مثلا بگردیم که یه آهنگی که نوتاش فقط سیاه باشه، بیاد اناری سمفونی شماره 9 بتهوون کلید سول 4/4 اگه از اون رو متوجه نشدیم، تعداد نوتایی که توی یک میزان هست رو میشماریم، از اون میفهمیم میزان چند چنده. ببین یه ضرب، دو ضرب، سه ضرب، چهار ضرب، پس 4/4 همه یه میزان 4/4. خب ببین نوتاش خیلی ساده است، همه نوتای سیاه بعد سفید توشه، بعد حالا اینا همه آکوردهایی که اون دفعه بهت گفتم. میبینی آکوردهایی که گذاشته سی جی که به قولی میشه دو سول متفاوت هست. حالا مثلا یه خط رو مثلا بخوایم بزنیم، ببین سرعتش بسته به نوتایی که تو هر میزنه. خب طبیعتا چنگ باشه باز زودتر بزنیم، ولی وقتی سیاهه تقریبا آروم بعد بزنیم. چهار تا نوت هست. پس ببین الان دست راست من، ببین گفته انگشت یک رو نوت می، من میخوام مثلا به شما انگشت نگاه کنم. خب چی گفتیم؟ چی گفتیم که یا 60 میشه 1 2 3 4 5. خب گفته انگشت یک رو نوت می. خب من میام انگشت یک رو میذارم رو نوت می، بقیه‌اش هم همینجوری کنار هم چیده میشه. خب حالا آهنگ رو میاریم. خب ببین الان من شما انگشت رو طبق این آهنگی که گفته بذار گذاشتم رو نوت می. حالا نه زیاد تند شد نه زیاد آروم شد، دقیقا رو سرعت نوتام رفتن، یعنی همشون سیاه یک ضرب بود، پس سرعت منم باید همون باشه. ببین 1 2 4 تا 1 2 3 4. خب نیومدم یه هایی کنم، درسته؟ پس سرعت مهمه، داریم با دست راست میزنیم، بیشترین کار رو در دست راست ما انجام میده تو پیانو، پس باید دقت کنیم. حالا الان یه خط از رو زنیم، فقط نوتایی که داره رو به دست بریم. ما الان میخواییم تقریبا تمام نوتا رو با هم یکی کنیم ببینیم به چه صورت. خب حالا اینجا الان اینجا سفید نقطه دار داریم، یعنی سه زن. حالا میخواییم الان یه خط رو بزنیم، باز نگاه کن میزان 3/4 و نوتا بودم سیاهه، یک زنه همینجوری. حالا اون 4/4 بوده 3/4، بعد حالا بریم چنگ دور لاچه همینجوری مختلف اینو که قشن زدن با دست راست و متوجه شی که چه نوتی و چند زب بعد چجوری چشکلی بزن. خب اینجا حالا گفته انگشت سه رو نوت می، 1 2 3 3 رو می، بقیه هم که میچینه. ببین سفید نقطه دار بعد واسم دیگه سه ضربه شد دوباره. حالا اینجا نگاه کن، این دوتا رو زدم واسه دارم، خب سه ضرب بود، حالا اینجا ببین یک ضرب.
حالا توی سفید لخته دارش. خب حالا میریم دیگه تقریبا این نحله سیاهه، میریم سراغ یه خود نوتای سنگین تر که دیگه توی روش چنگ باشه. خب الان اینجا رو نگاه کن، ببین چهار چهارم، حالا نگاه کن چنگ شد، حالا سفید داریم چنگ داریم دیگه، از سیاه اومدیم سه چهار تا حالا باش زدیم. ببین حالا که چنگه، ببین یک دو سه چهار تا نوت به هم وصله، هر کدوم از اینا میشه نیم زهر، درسته؟ پس باید سریع بزنیم. حالا اینجا دست راستمون متوجه میشه وقتی بخواییم چهار تا رو بزنیم، چهار تا باید پشت سر بدون وقفه، هیچی نباید وسطش فاصله باشه. خب الان مثلا نوتش چیه؟ مثلا دو لا سی دو، دو لا سی دو. حالا اینا چنگه. خب حالا وقتی با هم باشه اینجوری میشه، ببینید همه پشت سر هم شد، هیچ فاصله نرفت، قبلی که زدم مثلا سیاه بود، یعنی چنگه. حالا تا آخر نگاه کن، هی چنگه، هی دوزن، هی چنگ، هی دوزن، حالا متفاوته. حالا مثلا بخوام یه تیک از اینو بزنیم، توی این چنگ زدم، بعد سفید زدم و آکورداشو باز نگاه کن، اون جلسه یاد گرفتی، ببین تقریبا همون هست آکوردهایی که باید یاد گرفتیم تو هنگ قبلی، حالا اینجا اضافه شده و ببین چقدر زود. بعد اینی که گذاشته اینجا، ببین مثلا اینجا گذاشته پنجا، یعنی سرعتشه، تمپوشه، مثلا یه آهنگ باز با این بانی که چنگ بود، ولی خب باید چنگشو درست بزنیم نه اینکه تو بزنیم. خب حالا میریم جلوتر، خب ببین مثلا الان سه هشتم توش سیاه نقطه دار داریم، توش چنگ داریم، توش دولا چنگ داریم، یعنی قشن همه چی رو داریم. بعد نگاه کن بین ولت یک داریم، ولت دو داریم، کرشن دو هم کرشن دو، همه چی توی این آهنگ هست، منتها حالا کم کم چون همه چی توشه، بعد بعدا بریم جلوتر یادش بگیریم. خب حالا این آهنگ، ببین توی این آهنگ چی گفته؟ مثلا گفته که آقا سی بمون چهار چهار، حالا نگاه کن اینجا چنگ رو میبینید، دو چهار شش، شش تا نوت به هم وصله، بعد نگاه نوت گرد داریم، بعد سکوت داریم، بعد توی همه چی تقریبا هست. ببینید چنگ ممکنه چهارتایی باشه، چنگ ممکنه شیشتایی باشه، هشتایی باشه، با تو ببینیم باز میزان چهار چهار. پس وقتی اینجوری باز هم ببینید سریعتر ما اجراش میکنیم. پس الان داریم طرز درست زدن نوتا، حالا میخواد چنگ باشه، دولا چنگ باشه، سفید باشه، سیاه باشه، حالا نگاه اینجا چند تا نوت برام وصله، با توجه به اینکه مثلا میگه که سی بموله. خب حالا باز میتونی به شما انگشت نگاه کنیم، مثلا گفته اینجا انگشت پنج رونات لا باشه، ببین انگشت پنج میتونه رونات لا باشه، درسته؟ همه چنگ بود، من پشت سر هم زدم، اصلا وارست دادم، بعد تو سکوت وارست دادم، سکوت یه ضربه، پس بعد واسیم درست اجراش کنیم. خب این از چنگ، حالا بریم سراغ ببینیم دولا چنگ کجا داره که دولا چنگ هم با هم بزنیم، تو زدن یاد بگیریم چجوریه. خب طبیعتا وقتی میگیم دولا چنگ یعنی از چنگ سریع تر. خب بریم ببینیم کجا داریمش که سریع تر باشه. آها ببین الان اینجا نگاه کن، چنگ یعنی یه خط، بعد نگاه کن حالا چهار تا نوت به هم وصله، الان نگاه کن اینجا من پشت سر هم بزنی، فاصله نباید بیفته،
درسته؟ این خط میبینی، خط اتصال یا پشت سر هم. حالا دولاچه میگه که وقتی دو تا خط بیاد میشه دولاچه، پس حتی این از این سریع تره. یعنی اگر این چنگه نگاه کن، دولاچنگش حالا نگاه کن سریع تر شد دیگه، دو تا اونجا نمیزن بود، اینجا 25 سر بزن. پس الان یه چنگ داریم یه دولاچنگ داریم. پس طریقه زدنش رو الان بهت گفتم چجوری. الان من اصلا بخواهم چنگ اینو بزنم، حالا دولاچنگ پس سریع تر باید اجرا بشه دیگه. پس طریقه اینا رو زدنش رو باید یاد بگیم. خب پس تو دست راست با الان چنگ و گرد و سفید و سیاه و دولا چنگ و چنگ همه چی الان با هم زدیم. خب پس تنوع دست راست زیادتره به غیر از آکوردی که دست چپ داره میزنه، ما باید تمام این دوتا رو بزنیم اجراش کنیم درست. حالا من میخوام یه تیکه از آهنگ رو همینجور بزنه، فقط تو دست راست من رو نگاه کنی ببینی آهنگ آروم، دست چپ رو حالا شاید تو دور میدنه ولی داره طبقه همون آکوردهایی که قبلا بهت گفتم حالا چار چار رو میزنه، چار چار رو باز میزنه، فقط الان مهم دست راسته. خب دست راست رو نگاه کن ببینی نمیدوه، داره این آهنگ رو بهت میگه، مثلا چنگه سیاه و چنگ که نمونش رو براز دادم. پس فوکوسمون باید رو همین تیکه وسط باشه. میبینید پس وسط پیانو شد از این دو تا اینجا، اینجا صدای خوبی داره، اینجا هم میتونید بزنید اونتا. خب مثلا بیشتر حالا مثلا این دو اکتاو رو در نظر میگیرید. خب حالا ببینید به چه صورته. چپ با سرعت هم اومدن جلو. من الان دست راستم و هم چنگ نوت سیاه بود، سکوت بود، تقریبا همه نوتی در واقع توش بود. خب با تو با دست چپ سینگ شد، یکی شد. چپ رو برم. پس ببین وقتی با هم باشن خوشگل میشن. پس حالا که داریم الان تفکیک دست دست چپ بیاد گفتیم، حالا داریم دست راست، پس اینجوریه. حالا ببین یه شگرده یا حالا تمرینی که میتونیم داشته باشیم فقط بخاطر اینکه دست راستمون فرستر شد. ببین ما میتونیم مثلا ببین سیاه رو اینجوری تمرین کنیم، سیاه یک زن زب بود. خب حالا میخواد چنگ باشه، خب فرق نداره، تو میتونی همه رو مثلا میفاصل بزنی، دوره می بزنی. این یه تمرین روزانه است، فقط بخاطر اینکه دستت قشنگ راه بیفته. وقتی دستت راه بیفته ببین چجور میشه. اصلا چای زدم خطا. ببین دیگه دست چقدر راحت رو پیانو کار میکنه. پس وقتی اینقدر این رو تمرین کنی خودت میتونی از چای تبدیلش، از سیاه تبدیلش کنی به چای، به دولا چای، به سلا چای. خب قشنگ راه بیفته، سریع سریع میشه پس دست راسته. حالا تمام مثالایی که پس تو این درس رو زدیم برای دست راستمون رو پس تقریبا دیگه توی این یاد گرفتیم به چه صورت. خب حالا پس این درس 11 تا 12 که مختص دست راسته،
دیگه جلسه بعد دو دستی میخوایم کار کنیم. پس الان همه چی من بهت گفتم، پس دست راست تمرینش میتونه این باشه، اول سیاه تمرین کنیم، یک ضرب، یک دو سه چهار، تموم. حالا چنگش کن، یک دو سه چهار، سریع تر شد، دو لاچنگ. خب به این صورت اینجوری میتونی، حالا فرقی نداره، میتونی تو بزنی دوره میفا، میتونی بزنی فا سول لا سی، هر نوتی گیرت اومد ولی از دو تا سی باشه. اینقدر این دست رو تمرین کنی دست راست قشن را بیفته، به اصطلاح روغن کاریش از خشکی در بیاد، روون بشه. خب حالا ببین پدال باشه میخوایم بزنیم. حالا فقط دست راست رو باز نگاه کن رو سرعت، باز رو تکنیک، ببین به چه صورته. تند شد، هی یواش شد، ولی با تند شدن دست چپ هم اومد بالا، با تند شدن دست چپ هم اومد پایین تر، کند تر شد. خب حالا بریم ببینیم دیگه چی داشتیم. چنگ رو گفتیم، دور چنگ رو گفتیم، سیاه سفید زدن با دست راست، تقریبا همه نکته هاشو بهت گفتم چجوری. فقط دست راست، حالا دیگه با دست چپ، با اون آکوردایی که یاد دادم، با هم سینکش کن، با هم یکیشون که بتونیم بهترتر بزنیم. حالا دفعه پیش یه چیزی راجع به آرپش گفتم که با پدره. ببین الان مثلا یه تیکه آهنگ بزنیم، قبلش خب بخوایم آرپش بزنیم. آرپش تکنیکش پس دست چپ و راست میشه، فقط یه دوره بخوایم بکنیم. ببینیم به چه صورته. خب الان میخوام هم چنگ بزنم هم دورش خشه، خود متوجه میشه از حرکات دستم، همه اینا رو یاد گرفتیم و میخوام بزنم. پس پدال رو داخل میگیریم، شروع میکنیم بزنم. پس تفاوتی که داره فقط دست راستمون، یادی که حالا بخواد بزنه دورلا چنگ بخواد بزنه یا چنگ بزنه یا سفید بزنه یا سیاه، باید با دست چپ سرعتش یکی باشه، فقط زودتر و یواشتر از اون یکی نباشه. خب ببین دست راست، بعد دست چپ زود اومد پوششش داد. حالا تکنیک آرپژی که اون سری بهت گفته بودم، حالا این دفعه لابلای درسمو تکنیکی بهش اشاره خواهیم کرد. خب یه چیزی که هست، یه سری اصطلاحاته. بریم مثلا تو آهنگ، حالا تو آهنگ زدن بهت میگم چجوریه. وقتی توی آهنگ ببین میبینی یه چیز، یه خط کشته روش نمیشه، یک اسم ولته، یعنی مثلا از اول آخر شما میزنی ولت یک میرسه، ولت یک رو میزنی، حالا به بعدی میرسی دو. خب چی کار میکنی؟ بله فاصله نمیزنی، دوباره خودش گفته برگرد، اینجا علامت تکرار، دوباره برمیگردی میزنی، یه دفعه به جای یک دو رو میزنی. پس یک و دو اسمش ولته، تکرار آهنگ میشه، میگه اول یک رو بزن بعد دو رو بزن. اتحاد داریم، اتصال داریم، میدونی به اینا کرشندو ها کرشندو میگن. بعد چنگ داریم، به این دوتا ببین میگیم زیرندوت های کوچیکی، به اصطلاح اینجوریه.
خب به این صورته. حالا مثلا یه آکوردی که داشته باشی مثلا میتونی به این شکل بذاری. دست چپ خیلی داشت حرکت میکرد ولی دست راست اومد چیکار کرد؟ دست چپ داشت دولا چنگ میزد چنگ میزد ولی دست راست اومد سرعتش رو چجوری باشکی کرد؟ اومد با توجه به نوتای سیاهی که بود تو سکوتایی که بود خودش رو به اون رسود. پس بعضی از آکوردها هست حتی میتونه سرعتش هم دست راست هم بالاتر باشه ولی میتونیم اینا رو کنار هم بذاریم به یک جنبندی خوشگل برسیم. پس درس این دفعه‌مون 11 12 تموم شد. دست راستمون بود. همه رو یاد گرفتیم، مدل زدنش رو یاد گرفتیم به چه صورته. خب حالا باز آخرش هم باز من یه تیکه دیگه مثلا یه آهنگ می‌زنم. توی این آهنگ ببین همش دولا چنگه. خب آهنگ بارانش همش دولا چنگه. خب بذار من اینجا داشته باشم باید نشون بدم آهنگ رو. ببینید با دست راست به چه صورته که اون سری هم برات زدم. خب حالا مثلا دولاچنگ رو تو نگاه کن وقتی خب بلدش باشی بتونی راحت تر بزنی. ببینیم چجوریه. نوت‌های مختلف بیاریم. ببین مثلا ببین همون بارانش. خب ببین آکورداش رو نگاه کن به چه شکله. میگه که از آکورد اول دوباره بعد حرکت کنی بیای به آکورد آخر. پس بعد نگاه کن دست راست ببین چقدر راحته. سفید داری بعد نگاه کن یه زینت داری بعد همه نوت‌ها رو میبینی سیاه چنگ نداری. همین آهنگی که الان برات زدم. خب پس راحتی یه آهنگ بستگی داره به دست چپش داره به دست راستش داره و مدلی که تو میزنی. خب الان اینجا بیدم اگه بودم برات گیر بیارم یه دفعه نشون بدم که دیگه دست راست رو هیچ سوالی نداشته باشیم دیگه قشنگ یاد گرفته باشه. آها خب الان میخوام دوتاش بزنم. ببین دوتا باران عشقه دوتاش هم ناصر چشمازر که میشنسته آهنگ ساز. ببین اینو میگیرم جلوتر دست راست. ببین بهت گفتم دولا چنگه. الان میخوام با دست راست بزنم. پس ببین بعد دست راست من سریع باشه. به فرض اینکه دست چپ رو میبینی چنگه این دولا چنگه این چنگه ولی باید بهش برسه چون این دولا چنگ سرعتش با این یکی میشه تا این صفحه همه چی توش هست. خب این شماره یکشه. الان نگاه کن این یکی شماره دوشه. مثلا اون دست راستش سخت‌تره این دست چپش. پس هر آهنگ متفاوت است ولی تو دست راستت قوی تر باشه میتونی انجامش بدی. خب حالا با دست راست میخوام اینو بزنم. Thank you.
همه دور چنگه. حالا وقتی دست چپ آتیش میشه چنگ بود. ببین نیم دلار چنگ بود، یک و نیم زر بود، پس همه چی بود. خب پس با خاطر همه میگم یعنی دست راستش بود. حالا میدیم به دست چپ که توی آهنگ شماره دو دست چپش میشه تقریبا بازی با آکورد ها، ولی دست راستش رو نگاه کن، ما سفید داریم، سیاه داریم، متنوع است. خب حالا بخواییم بزنیم متنوه انجام دادیم. پس دست راست رو یاد گرفتیم. پس ایشالله جلسه بعد که تو درس بعدیمون دیگه باید دوتا دست راست و چپ انجام بدیم، دیگه باید سوالی نباشه، دیگه بشیریم آهنگا رو دوره دوره با پدال با ترکیب متفاوت و آکورد چینی و زدن دست راست رو با هم سینکش کنیم بزنیم. پس در اینجا هم درس 11 دوازده که مختص دست راست رو بود تموم شد. خیلی چیزها رو یاد گرفتیم، آهنگا متنوع زدیم از رو کتاب، از رو نوت، که دیگه دست راست سریع‌تر باشه. خسته نباشید.